هی رام بود عید اصلا رو فرمم عیدت مبارک باشه عیدت هم مبارک بوسه همو بده بینم بوسه بده بوسه بده بینم چطوری احوالت وی ما رام بود خب رام نکن ول کن اون هم نکن دیگه بابا عید بکن یک و نیم لیتر فقط خیسم کرد رامبوت جون کتت خیلی قشنگه چه رنگیه این کتت سبزابی نه جدن چه رنگیه چه رنگیه کله قاضی جون کله قاضی کله قاضی هم رنگه بله رامبوت مردا فقط کلا آبی زرد قرمز سبز تهش حالا یه خانم بیار بالا کله قاضی کله اردکی کاربونی یا کتی لاجوردی اصلا رامبوت فکر کنم زنا دنیای خیلی قشنگتر میبینن خیلی رنگی تر از ما میبینن یه دست برای زنای ایران و جهان خب خانم آقایان جان. عید رو بهتون تبریک میگم این عید یکی از بهترین روزای خداست مهربونی کردن رفاقت کردن برادری کردن برابری کردن و بدون هیچ چشم داشتی بدون هیچ واسطه عشق ورزیدن و محبت کردن و مهربونی کردن در همه روزها بسیار بسیار قشنگ و عزیزه و در این روز خیلی عزیزتر به خاطر بهترین آفریده پروردگار گل خنده خنده باز ای ای باز ای باز گل خنده خنده کاتی میشود کفی به رنگ گل با کنم پیراهنی به رنگ به نفش پیدا کنم الان یادم میاد شعر قشنگ و زیبا با کلا دمت گرم واقعا عالی بود انشالله همیشه عید باشه و عروسی باشه آره انشالله همیشه در روز عید قدیر صحبت سر اینه که بی واسطه و بی دلیل بدون چشم داشت محبت کردن خیلی 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 کار لذت بخش شد عزیز و درستیه و اطعام کردن غذا دادن به همدیگه غذا دادن همدیگه رو مهمون کردن فقط هم این نیستش که بریم برای فقرا این کارو بکنیم اصولا هر کیو میبینیم اگر تو رستوران اگر خونمون میتونیم غذا تهیه بکنیم میتونیم ساندویچ درست کنیم میتونیم یه لقمه درست بکنیم درست بکنیم به هر کیو دیدیم بهش هدیه بدیم یه کمپینی هم توی فضای مجازی الان وجود داره دیدم به اسم ندای علی ولی الله که قرار آدم‌ها با همدیگه قرار میذارن فردا عید قدیر ساعت 11 صبح مثل اتفاق بزرگ تاریخی که بین پیامبر عزیزمون و حضرت امیر کنار همدیگه اتفاق افتاد کنار همدیگه قرار بگیرن و با هم همه بلند بگن علی ولی الله علی ولی الله و اینکه اصولا قرار برادری گذاشتن با همدیگه خیلی باحال در این اتفاق میفته خب خیلی هم مبارک باشه برای همتون امروز به مناسبت عید قراره که نفر اول و دوم مسابقه خنداننده شو
اعلام بشه به این مناسبت و اون مناسبت جشن میگیریم. خواننده های درجه یک میان توی استودیو ما رو همراهی میکنن، برامون میخونن. گل میروید ببا، گل میروید. عزیزم یه سوال دارم. جان جان الان خیلی خوشی؟ رامبد احساس میکنم یه شادی درونی دارم. خیلی قشنگه. نکتم اینه جان. اجازه بده اینو با همه خرجش بکنه، با همه سهیم شو. الان واسه خود تنهایی چرا اونجا دم گرفتی؟ نه یه کارهای خوبی حس میکنم میتونم بکنم، مفید باشم. تو همیشه تو خودم مفیدی. خوشحال بودم. ببخش. تو همیشه مفید. عذرخواهی میکنم. حق با شماست. خواهش میکنم. حق با شماست. به این مناسبت، یعنی به هر دو مناسبت جشن میگیریم و هدیه مدال و هدیه و تندیس بچه ها رو نفر اول دوم میدیم. بالاخره به انتها رسید. خنداننده شوی دو هم در این فصل پنجم، بچه ها بیشترشون اینجا هستن، از خانم های این رقابت تا آقایون این رقابت. یه دور بلند شیم براتون دست بزنیم. از اینکه شما رفقای ما شدید ما خیلی خوشحالیم. لطفاً رفاقت ما رو هم قبول بکنین و خیلی خوشحال بشید. خب رامبد. بله رامبد جان. جان ما هم میخوام به مناسبت عید یه کاری بکنم. من فکر کنم باید بیام کنار تو باستم. وضعیت دیگرامون به هم ریخته است. باش باش بیا کنار ما هم باشیم و دلگرمی بیشتری میگیرم. خب رامبد یه مشکلی تو خانواده ما پیش اومده، ما میخوام حلش کنم. چی عزیزم؟ انشالله که امروز بهنام و شهلام دعواشون شده قهر کردم. خدا بهنام شوهر شهلام خواهر علامه. بره. شهلام هم که زن بهنام شوهر علامه. دعوا کردن نمیدونم. حالا توی عیدی گفتم ما واسطه بشم، ایشالله که خدا قبول بکنه از ما. خدایا تو که میدونی ما کارها رو فقط برای رضای تو انجام میدم. ما دوست ندارم کسی در جریان ای که ما میخوام این کارو بکنم قرار بگیره. فقط بین ما خودت و خودم باش. رامبد همه ایران شنیدن الان. رامبد ما دوست دارم هر نیکوکاری بکنم فقط بین خودم و خدای خودم باشه. آفرین. خب الان داری جلو از ریا خوشم نمیاد. میفهمم. بچگی هم اینطور بود. میفهمم. ولی ریا نباشه. میدونم. الان ولی جلوی همه تماشاگرای میدونم. میدونم. دوست دارم از خودم مایه بذارم، خودم خرج کنم، ولی اونا بینشون باش. ما قربانی بشم اونا آشتی کنم و هیچ کی هم نفهمه. ایشکی یعنی مو برم زیر گل ایشکی نفهمه جناب خان بود که اینای آشتی داد. آفرین خیلی عالی. به خدایا آبروی منو حفظ کو، بین خودت و خودم بمونی. این جان بازگونش الهی آمین. آفرین الهی آمین. ولی دمت گرم، تو الان این کار حتما بکن حتماً. ولی همه در جریانیم. باش رام بود نیم سر یه موضوع علکی هم الو 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 شلام جان قربونت. چجوری بهش وصل میشه تلفن؟ سلام تا میگیرن وزن میشه. این مسئله جدی نیست که شما بخی زندگی تباش به هم بیزی. حالا این رفته تو دستشویی دمپایی خیس کرده، او پیش میاد پاچش زده بالا، خواسته پاچو بشوره دمپایی برعکس نذاشته که آبش خالی شه. شما سر این هم باید اینجوری الان که الان این مو آمو فکر کردم تو اون مسئله که مثلا بهنام یواشکی که میره تو دستشوی سیگار میکشه اعصابتو خرد کرد. ها تو اصلا در جریان اون نبودی؟ نه نه نکن. نه گاهی تفریحی میکشه. نکن. نه 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 الهش. الو ای بابایم فقط کرد عزیز من جان. شما گند زدی تو زندگی مردم. رفت. نه دارم میگم نه گند زدی رفت. الو بهنام. بهنام بگو بهش. بهنام جون قربونت برم، خود تو وقتی میدونی اینا خانوادتا حساسن، خوی حولهی بکش روی دمپای کوخ و خیزش خیز نباشه جان. بابا تو خون میدونی اینا خانوادتا وسواسی هن. بگو سیگارو سیگار اینا رو بهش بگو. باشه. گفتی بخانمش ای آقا احلام اینا وسواسی هن. هر وقت تو میری خونشون غذا میخوری او ظرفی که تو توش غذا خوردی میندازن دور، میگن ما حالمون این بهنام به هم میخور. تو که میدونی وسواسی هن بهش جان در جریان نبودی؟
باشه باشه فعلا بچه‌ها. آقا ول کن، شما نمیخواد ورود کنی به زندگی. الو الو منو نگاه کن جان. نکن. نه میدونم بذار بابا. چی میدونی بابا؟ سر یه موضوع کوچیک داره زندگیشون رو نابود میکنی زندگیشون. الو شهلام جان، نه عزیز من نکن. شهلام نگاه کن، ما با بهنامم حرف زدم. نه اونم اونم مسئله نه، اونم خود یه چیزایی تو دلش بود. حالا نه میگه من خود شهلام دوست دارم، این اقوامش رو اعصابمونه. این داره نابود میکنه زندگی اونا. باش حالا باش صحبت جان. باش چش. الو بهنام. خب آقا تو هم باید رعایت کنی. این دختر الان برگشته میگه ما هم بهنام دوست دارم، اقوامش هم دوست دارم. فقط بنده خدا یه بار قبلا برگشته بود که حالم از این خواهر اکبیری زشتش به هم میخوره. اون هم حالا پیش می جان قطع کردی؟ الو شهلام نگاه کن، این بهنام دوستت داره با خدا. این هایی برگشته میگه ما شهلام با همه اشکالاتش دوست دارم، نه قیافه زشتش برا مهمه، نه دستپخت مزخرفش رو اعصابمه، نه صدای جیغ جیغیش اذیتم میکنه، نه هیکل بیریختش برام اهمیت داره، نه اخلاق سگش برام خوان، میگه دوستش دارم. جان اجرا باشه رام یه لحظه مهریه شو. الو بنام یه لحظه گوشی رام بود. ماشین حساب داری؟ بگو. ماشین حساب نه بگو. خب بگو یه دقیقه شاه حسینی ماشین حساب داری؟ یه ماشین حساب به هم بده. چیکار داری میکنی؟ وساطت. این وساطت نیست، این بمبه. اینه بزن؟ این بمبه. 1362 ضرب در 3,900,000. بنام گوشی دستت باشه. چقدر میشه؟ چقدر شد؟ 5,311,800,000. بنام حوالی 5,300,000 اینا میشه مهریه که با یه لحظه رام بود. بنام میگه ژلوفن داری؟ به نظرم دنبال قوی ترش بگرده. خدا به نظرت قبول میکنه از اون؟ نه معلومه که نه. تازه به فکر بخش خیرش هم هست. نه قبول نمیکنه. رامبورد ثواب داشت؟ نه مطمئنا نه. درسته؟ نه مشکل دیگه هست محل کنم؟ شما زندگی دو نفر رو نابود کردید رفت. حداقل دو نفر. حداقل دو نفر. بله خب خدا رو شکر. خدا رو شکر.